به لطف و به نرمی عیسی می خواند، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده می خواند، گوید نزد من بیا، بیا. سلام عزیزان، عنوان مطالعه امروز ما در کلام خدا هست چگونگی داوری ایمانداران به عیسی مسیح توسط خداوند. چگونگی داوری ایمانداران به عیسی مسیح توسط خداوند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در دوم قرنتیان فصل 5 آیات 6 تا 10 هستند. دوست خوب من، اجازه بدید تا مطالعه امروز در کلام خدا را با این سوال از شما شروع کنم: شما به چه کسی پاسخگوی نحوه زندگی خودتون هستید؟ سوال من اینه که شما به چه کسی پاسخگوی نحوه زندگی خودتون هستید؟ عزیزان، به طور طبیعی وقتی ما به پاسخگویی زندگیمون به دیگران فکر میکنیم، شاید به یاد روابط زناشویی که در آن شوهر به زن خود و زن به شوهر خود پاسخگو هست بیفتیم، و یا شاید به یاد رابطه والدین و فرزندان بیفتیم که در این رابطه والدین به فرزندان و فرزندان به والدین خودشون پاسخگوی عملکردهاشون هستند. عزیزان، اما امروزه در جامعه هایی که من و شما زندگی میکنیم، ما اشخاصی را مشاهده میکنیم که تصور میکنن به هیچ کس جوابگوی نحوه زندگی خودشون نیستن و در آینده هم نخواهند بود. عزیزان، این گونه باور اشتباه که ما به هیچ کس جوابگوی زندگی خودمون نیستیم و نخواهیم هم بود، خیلی خطرناکه. دوست من، احساس مسئولیت داشتن در مورد کیفیت روحانی زندگیمون و اینکه ما برای چگونگی زندگیمون به کسی جوابگو هستیم، برای ما در واقع خیلی مفیده. چرا؟ چون که احساس مسئولیت داشتن در مورد جوابگویی زندگیمون به کسی موجب میشه تا ما همیشه از چگونگی شیوه زندگیمون آگاه باشیم و چطور و از گناه و بدی دوری کنیم. عزیزان، نهایتاً همه ما انسان‌ها به خداوند خالق خودمون پاسخگوی کیفیت و نحوه زندگیمون هستیم. همه ما انسان‌ها روزی در مقابل خداوند خواهیم ایستاد و او کیفیت و نحوه زندگی ما را داوری خواهد فرمود. این مهم را کلام خدا در عبرانیان فصل 9 آیه 27 اینطور به ما یاد میده. عزیزان، این آیه در کلام خداوند می‌فرماید: و درست همان گونه که به حکم خداوند انسان یک بار می‌میرد و بعد از آن نوبت داوری میرسد. پس میبینیم که کلام خدا به ما یاد میده که چی؟ همه انسانها توسط خداوند داوری خواهند شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا قبل از ادامه این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان،
از تو سپاس گذاریم که فرصت دیگری برای مطالعه کلامت و شنیدن از خود به ما عطا فرموده ای. پدر جان، از تو درخواست می کنیم تا در درک کلامت و آنچه که تو امروز می خواهی به ما یاد بدهی به ما کمک کنی. دوستت داریم خداوند و سپاس گذاریم که تو هم ما را دوست داری و مشتاقی تا با ما صحبت کنی. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین. خدا را شکر. خب عزیزان، همونطور که خدمت شما عرض کردم، امروز می خواهیم کلام خدا را مطالعه کنیم و یاد بگیریم که خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح را چطوری داوری می کنه، چطوری بعد از مرگمون کیفیت و نحوه زندگی ما توسط خداوند پدر آسمانیمون مورد قضاوت قرار میگیره. اجازه بدید تا در همین ابتدای عبر دو نکته متفاوت را خدمت شما توضیح بدم. عزیزان، کلام خدا دو داوری کاملا متفاوت و مجزا از هم را به ما یاد میده. ما به طور کلی دو تا داوری داریم توسط خداوند. همه انسان‌ها حتما توسط یکی از این داوری‌های خداوند توسط او داوری میشن و هیچ استثنایی هم وجود نداره. اما ببینیم این دو داوری خداوند چگونه هستند. عزیزان، یکی داوری کسانی هست که در طول عمر خودشون بر روی این کره زمین صادقانه و از صمیم قلب به عیسی مسیح ایمان آوردند و دیگری داوری کسانی هست که به عیسی مسیح در طول عمر زمینی خودشون ایمان نیاوردند. پس چی؟ دو تا داوری داریم توسط خداوند: داوری ایمانداران به عیسی مسیح و داوری عزیزانی که متاسفانه به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودشون در طول عمر زمینیشون ایمان نمیارن. دوست خوب من، داوری خداوند بر ایمانداران به عیسی مسیح را ما در دوم قرنتیان فصل 5 آیات 6 تا 10 مطالعه می‌کنیم. آیاتی که آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستن. این آیات می‌فرمایند: پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی من هستیم و می دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی من صرف شده است. ما این امور را نبا دیدن، بلکه با ایمان باور می کنیم. بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. اما چه در این دنیا در این بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح، هدف من این است که همواره در هر چه می کنیم رضایت او را جلب نماییم، زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. آمین. خدا را شکر. خب با توجه به این آیات عزیزان، ها داوری خداوند بر کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردند را باز در کلام خدا در مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 13 مطالعه می‌کنیم. اسم یا عنوان این قسمت از کلام خدا هست: روز داوری آخر. در این قسمت می‌خوانیم: آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم. بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. سپس مرده‌ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده اند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد
تا به دفتر حیات رسید، مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه شدند. بنابراین دریا و زمین و قبرها مرده هایی را که در خود داشتند تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند. آمین. خدا را شکر. پس در دوم قرنتیان فصل 5 آیات 6 تا 10 داوری خداوند را بر ایمانداران به عیسی مسیح مطالعه می‌کنیم و در مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 13 داوری خداوند بر اشخاصی را که به عیسی مسیح در طول زندگی زمینی خودشون ایمان نیاوردن را مطالعه می‌کنیم. عزیزان، این داوری خداوند بر کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردند به داوری تخت بزرگ سفید معروفه. شما شاید در طی موعظه های عزیزان یا مطالعه کتابی بشنوید که تخت بزرگ سفید. این تخت بزرگ سفید مکان و جایی که عیسی مسیح بر آن نشسته و کسانی را که به او ایمان نیاوردند قضاوت میکنه. عزیزان، در این داوری اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردند و نامشون در دفتر حیات ثبت نشده بر اساس اعمالشون در طول عمر زمینیشون توسط خداوند داوری میشند. دوست خوب من، متاسفانه نتیجه داوری برای این اشخاص جدایی ابدی آنها از خداوند تا ابدیته. عزیزان، در این قسمت از مطالعه راجع به داوری خداوند بر ایمانداران به عیسی مسیح توضیحاتی را خدمت شما عرض می کنم. همونطور که با مطالعه کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 یاد گرفتیم، این داوری در واقع همان داوری تخت داوری عیسی مسیح بر ایمانداران به خوده. عزیزان، در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 خواندیم که زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک و چه بد. آمین. در مورد چگونگی این داوری باید سه نکته مهم را خدمت شما عرض کنم. اولا این که فقط اشخاصی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان آوردند در این داوری حضور خواهند داشت. دوست خوب من، لطفاً دقت کن. از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم، ما برای هر کلمه‌ای که از دهانمون بیرون آمده و برای هر عملی که انجام داده ایم به خداوند عیسی مسیح پاسخگو خواهیم بود. عزیزان، عیسی مسیح مشتاق تا به خاطر کیفیت اعمال و گفتارمون به ما پاداش‌های الهی بده. عزیزان، زندگی ما همچنین در رابطه با این که ما با عطایای روحانی که خداوند به ما هدیه داده و در مورد این که با توانایی‌ها و استعدادهایی که او به ما هدیه داده و همچنین در مورد این که ما با وقت و پولی که او به ما هدیه داده و باز در مورد روابط ما با دیگران توسط عیسی مسیح مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. چون ما به خاطر این موضوعات تحت قضاوت عیسی مسیح قرار می گیریم، از شما خواهش می کنم یک بار دیگه به این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم دقت کنید. عزیزان، ما در رابطه با اینکه با عطایای روحانی که خداوند به ما عطا فرموده و در مورد اینکه ما با توانایی‌ها و استعدادهایی که او به ما هدیه داده، در مورد اینکه ما با وقت و پولی که او به ما هدیه داده و در مورد روابط ما با دیگران توسط عیسی مسیح مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیریم. دو، نکته دومی که باید در ارتباط با تخت داوری عیسی مسیح بدونیم اینه که
خود عیسی مسیح داور ما ایمانداران به خود است. خود عیسی مسیح ما ایمانداران به خودش را قضاوت میکنه. عزیزان، چون عیسی مسیح منجی ما ایماندارانه، بنابراین او تمامی گناهان ما را کاملا بخشیده. دقت کنید، این داوری ما توسط عیسی مسیح برای این نیست که مشخص بشه آیا ما به بهشت میریم یا نه. دقت کنید، وقتی ما در مقابل تخت داوری عیسی مسیح میایستیم، ما در بهشت هستیم. عزیزان، ما در مقابل تخت داوری عیسی مسیح میایستیم تا او بر اساس اینکه ما در طول عمر زمینی خودمون چگونه زندگی داشته ایم به ما پاداش های الهی خودش را عطا کنه. عزیزان، از لحظه که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم، روح القدس، روح مقدس خداوند در ما ساکن میشه. از اون به بعد هرگاه ما مرتکب خطا یا گناهی بشیم، روح القدس در ما به ما هشدار میده و اختار میکنه تا مواظب رفتارمون باشیم. عزیزان، روح القدس همینطور به ما کمک میکنه تا زندگی پاک و در اراده خداوند داشته باشیم. عزیزان، روح القدس همچنین به ما کمک میکنه تا بتونیم خادمی موفق و وفادار برای خداوند باشیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا در جنبه هایی از زندگی خودمون که ضعف داریم، اونها را بشناسیم و با کمک خود وی برای اونها چاره‌ای پیدا کنیم و خداوند عیسی مسیح و خداوند روح القدس برای غلبه بر اون ضعف‌ها به ما کمک می‌کنند. عزیزان، دقت کنید، روح القدس در ما همچنین در تمامی طول عمرمون به ما یادآور این مهمه که ما باید حتماً روزی حساب زندگی خودمون را به عیسی مسیح پس بدیم. 3. نکته سومی که ما باید در مورد تخت داوری مسیح بدونیم اینه که باید یاد بگیریم که مسیح بر اساس چه چیزهایی ما را داوری خواهد فرمود. عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، باید بدونید که خب دو چیز. اول اینکه توسط او مورد داوری قرار میگیرید. بعد از اون که این مسئله حل شد، باید بدونیم که خب وقتی من در مقابل عیسی مسیح ایستادم، او بر اساس چه چیزی منو قضاوت میکنه. عزیزان، کلام خدا به ما یاد میده که داوری مسیح بر زندگی ما ایمانداران به وی بر اساس اون چه هست که در طول عمرمون بعد از ایمان به وی انجام داده ایم. توجه کنید، این نکته مهم رو ما با مطالعه کلام خدا در اول قرنتیان فصل 3 آیات 14 تا 15 یاد میگیریم. عزیزان، در کلام خدا در اول قرنتیان فصل 3 آیات 14 تا 15 می‌خوانیم: آن معماری پاداش خواهد یافت که بر آن بنیاد عمارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح و سالم از بوته آزمایش بیرون آید. اما اگر عمارتی که ساخته باشد بسوزد، ضرر بزرگی به او خواهد رسید. اگرچه خود او نجات خواهد یافت، اما همچون کسی بود که از میان شعله های آتش فرار کرده باشد. آمین. دوست خوب من، شاید ما به هر دلیل گفتار، اعمال و زندگی روزانه خودمون را اونطور که باید و شاید جدی قلمداد نمی کنیم. اما تمامی جوانب زندگی ما در چشم خداوند بسیار جدی هستند. عزیزان، دقت کنید، خداوند برای عطای لیاقت به ما، برای اجازه ورود ما به بهشت وی، جان یگان فرزند خود عیسی مسیح را قربانی کرد. علاوه بر این، خداوند روح القدس شخصیت روح خودش را به ما هدیه فرموده تا
تا ما بتونیم تحت هدایت وی، تحت کمک او، از زندگی پاک و خداپسندانه‌ای برخوردار باشیم. عزیزان، عیسی مسیح جان خودش را داد تا گناهان ما آمرزیده بشن و ما بتونیم با خداوند آشتی و به بهشت او راه پیدا کنیم. خداوند باز برای قادر شدن ما در داشتن یک زندگی پاک و بیگناه، در زندگی در اراده خاص و مقدس الهی او در طول زندگیمون، به ما یاور، هادی، کمک کنندهی داده به نام روح القدس. اگه ما فروتن باشیم و روزانه با خداوند زندگی کنیم، اگه ما کلام خدا را روزانه مطالعه کنیم و گوش به فرمان روح القدس، همیشه در اطاعت از او فرمان بردار وی باشیم، آن وقت ما شایسته دریافت آمرزش خداوند و رفتن به بهشت او را توسط فیض او دریافت میکنیم. عزیزان، بنابراین وقتی در مقابل عیسی مسیح می ایستیم، او در دانش و حکمت الهی خود به خوبی تشخیص میده که آیا اون چه ما در طول عمرمون انجام دادیم ارزش دریافت هیچ پاداشی از او را دارند یا نه. دوست من، لطفاً دقت بفرما. شاید ما هیچ پاداشی را از عیسی مسیح دریافت نکنیم، ولی میتونیم از آمرزش گناهان خودمون اطمینان داشته باشیم. میتونیم از نجات ابدیمون اطمینان داشته باشیم. میتونیم از بودن با عیسی مسیح در بهشت تا ابد اطمینان داشته باشیم. عزیزان، نجات ما تا ابد محفوظه و ما هرگز نجاتمون را از دست نخواهیم داد. پس ما ایمانداران به عیسی مسیح باید دو نکته بسیار مهم را به یاد داشته باشیم. اینکه توسط عیسی مسیح آمرزیده، بخشیده، به عنوان فرزند خداوند برگزیده، نجات ابدی را دریافت نموده و با خود او در بهشت تا ابد به سر خواهیم برد. ولی وقتی برای داوری در مقابل عیسی مسیح میستیم، برای این نیست که مشخص بشه خب حالا آیا ما به بهشت میریم یا جهنم. ما از قبل در بهشت در مقابل عیسی مسیح میستیم. برای چی؟ دریافت پاداش های الهی، برای اینکه کیفیت کارهای ما توسط عیسی مسیح محک زده بشه. این که کلام خدا میگه ممکنه ما پاداشی از او دریافت نکنیم، به خاطر کیفیت، رابطه و نزدیکی و چگونگی زندگی ما در طول عمر زمینیمون بوده. دعا میکنم که همه ما اونطوری زندگی کنیم که از عیسی مسیح پاداشهای الهی را که برای ما منظور داشته دریافت کنیم. عزیزان، دوست خوب من، اگه شما در زمانی فروتنانه به عیسی مسیح ایمان آورده اید، حال نجات شما ابدی است. ولی چه زیباست، چه پسندیده منجی ما عیسی مسیحه که ما زندگیمون از لحظه که به او ایمان میاریم شایسته فرزندی، شایسته شاگردی او باشه، تا بتونیم روزی که در مقابل او میایستیم از او پاداش‌های الهی را دریافت کنیم. نه که زندگیمون تهی از خدمت، تهی از محبت باشه و عیسی مسیح بگه پس من به چه کاری از تو باید پاداش الهی خودم را بدم؟ شاید عیسی مسیح به ما بگه من که جان خودم را برای تو دادم تا گناهان تو بخشیده شوند، تا تو در این مکان در بهشت تا ابد با من زندگی کنی. بعد از آن تو با زندگی خودت چه کار کردی؟ تو با عطایای الهی که من بهت دادم چه کار کردی؟ تو با استعدادهای شخصی که بهت دادم چه کار کردی؟ تو با پول و وقتی که بهت دادم چه کار کردی؟ تو با انسانهایی که من اجازه ورودشون را به زندگی تو دادم چه کار کردی؟ شایسته است که سربلند و بایستیم و اگرچه خود عیسی مسیح میدونه بگیم که خداوند، من با عطایای روحانی تو نام تو را جلال دادم، با نیت پاک،
و برای تو تحت هدایت روح القدس همواره زندگی کردم. امیدوارم که این بتونه جوابگوی ما به عیسی مسیح باشه و ما دست خالی از عیسی مسیح جدا نشیم و در بهشت سرفراز باشیم که نه تنها عیسی مسیح گناهان ما را بخشیده، بلکه ما عمرمان را هم برای سپاس از او، برای قدردانی از او در اراده خاص او سپری کرده ایم. آمین. عزیزان، در این قسمت از مطالعه به معرفی سه معیار و استانداردی که عیسی مسیح بر اساس آنها ایمانداران به خودش را داوری خواهد فرمود می‌پردازم. می‌خواهیم سه تا معیار و استانداری را بشناسیم که عیسی مسیح بر اساس اونها ما ایمانداران به خودش را قضاوت می‌کنه. 1. عزیزان، عیسی مسیح ایمانداران به خود را بر اساس میزان درک روحانی که از وی داشتند داوری خواهد فرمود. پس اولین معیار و استاندار داوری ایمانداران به عیسی مسیح توسط او چیه؟ بر اساس میزان درک روحانی که از او داشتند. دوست خوب من، زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، درک کمی از شخصیت، نحوه عمل کرد و خواسته های خداوند از خودمون داریم. اما با گذشت سالها از عمرمون و مطالعه کلام او و وقت گذرانی با او و روح القدس، ما درکمون از آموزه های کلام خدا، از شخصیت واقعی خداوند و خواسته های او از ما بیشتر و بیشتر میشه. عزیزان، عیسی مسیح هم ما را بر اساس تمامی درکمون از هرچه که از شخصیت خودش، از اراده خودش و از خواسته های خودش به ما شناسونده مورد داوری قرار خواهد داد. 2. عزیزان، عیسی مسیح ما ایمانداران به خود را بر اساس چگونگی استفاده از موقعیت ها، استعداد ها و عطایایی که او در طول عمر زمینمون به ما بخشیده ما را مورد داوری قرار خواهد داد. عزیزان، در روز داوری عیسی مسیح بر ایمانداران خود هیچ مقایسه و شباهتی وجود نخواهد داشت، چون که عیسی مسیح هر شخصی را به طور منحصر به فرد آفریده و به اون شخص استعدادها، عطایا و موقعیت‌های منحصر به فردی نیز بخشیده. بنابراین زمانی که برای داوری در مقابل عیسی مسیح می‌ایستیم، هر کدام از ما باید حساب این که چگونه از استعدادها، عطایا و موقعیت‌هایی که او در طول عمرمون به ما بخشیده چطور استفاده کردیم به او حساب پس بدیم. عزیزان، ما باید در تمامی طول عمرمون در استفاده از هرچی که عیسی مسیح خداوند به ما بخشیده بسیار محتاط باشیم و عاقلانه رفتار کنیم. ما باید در تمامی طول عمرمون، عزیزان، تمامی استعدادها، عطایا و موقعیتهایی که خداوند به طور منحصر به فرد به هر کدوم از ما بخشیده برای جلال نام او در محبت و خدمت به دیگران مورد استفاده قرار بدیم. 3. عزیزان، عیسی مسیح ما را بر اساس نیت واقعی قلبمون داوری خواهد فرمود. دوست خوب من، توجه بفرما. اگه شما به عیسی مسیح ایمان آورده اید، خداوند عیسی مسیح هر کار، هر فکر و هر عمل شما را بر اساس اون نیتی که پشت او بوده داوری میکنه. عزیزان، خداوند خالق ما همچنین خالق مغز و قلب ما هم هست. خداوندی که قلب و مغز ما را آفریده و در بدن ما قرار داده، در حکمت الهی خودش به خوبی میدونه در هر لحظه در اون قلب و در اون مغز هم چی میگذره. دقت کنید، عیسی مسیح در روز داوری ما تمامی افکار، گفتار و اعمال ما را از فیلتر نیت قلبی ما عبور میده و اونها را ارزیابی میکنه. متوجه شدید؟
هرچی که ما فکر کردیم، هرچی که ما گفتیم و هرچی که انجام دادیم، ولو تحت نام عیسی مسیح، عیسی مسیح آن را از فیلتر الهی خودش عبور میده، از فیلتر نیت قلبی که در وجود ما بوده. عزیزان، ما باید هر روزه نیت‌های قلبی خودمون را برای خدمت به عیسی مسیح محک بزنیم و بسنجیم. عزیزان، چنانچه در انجام خدمتی به نام عیسی مسیح ما خواستار شهرت، ثروت، کسب اعتبار و جلال برای خودمون هستیم، باید بلافاصله اون را به خداوند اعتراف کنیم و از او درخواست بخشش. عزیزان، خواست، سعی و تلاش و نیت قلب ما فقط و فقط باید در جهت اطاعت کامل از عیسی مسیح و جلال نام او باشد. عزیزان، در ادامه این مطالعه به این سوال پاسخ میدم که چطور ما میتونیم خودمون را برای داوری عیسی مسیح آماده کنیم. پس حال که دونستیم ما حتماً مورد داوری قرار خواهیم گرفت و ما ایمانداران به عیسی مسیح توسط خود او مورد داوری قرار میگیریم، حالا با این مطالعه میخواییم یاد بگیریم که چطور میتونیم خودمون را برای اون داوری آماده کنیم. دوست خوب من، بر اساس آموزه های کلام خدا برای این سوال 4 جواب پیشنهاد میکنم. به طور کلی ما میتونیم به 4 طریق خودمون را برای داوری عیسی مسیح آماده کنیم. 1. اولین اقدام آماده کننده ما برای داوری عیسی مسیح اینه که به او به عنوان خداوند و منجی ایمان بیاریم. پس اولین اقدام ما، اولین قدمی که باید برداریم تا برای داوری عیسی مسیح آماده باشیم چیه؟ به او به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان بیاریم. عزیزان، بدون ایمان به عیسی مسیح گناهان ما هرگز بخشیده نمیشند. بنابراین ما باید برای هر گناهی که مرتکب شدیم در طول عمر زمینیمون به عیسی مسیح حساب پس بدیم. کلام خدا به ما یاد میده که تاوان گناهان ما مرگ و جدایی ابدی از خداوند و به سر بردن در جهنم اوست. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می‌فرماید: زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، اما وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی ایمان میاریم، خون ریخته او بر روی صلیب جلجتا تمامی گناهان ما را میپوشونه، یا به عبارتی دیگه تاوان تمامی گناهان ما را میپردازه. عزیزان، جان هدیه داده شده عیسی مسیح بر روی صلیب به جای جانی که ما باید میدادیم گزارده میشه. دعا میکنم که تمامی شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان بیارید تا گناهانتون آمرزیده بشن و از او حیات ابدی در بهشت را دریافت کنید. 2. دومین اقدام آماده کننده ما برای داوری عیسی مسیح اینه که به طور منظم و صادقانه نحوه و کیفیت زندگی خودمون را بسنجیم. این را من توضیح میدم، خواهش میکنم دقت بفرمایید. پس اقدام اولمون چی بود برای آمادگی برای داوری عیسی مسیح بر زندگی ما؟ به او به عنوان خداوند و منجی ایمان بیاریم. دومین اقدام ما برای آمادگی در روزی که عیسی مسیح ما را داوری میکنه چیه؟ به طور منظم و صادقانه نحوه و کیفیت زندگی خودمون را بسنجیم. اما چطور؟ به این صورت. باید از خودمون بپرسیم و صادقانه به این سوالات جواب بدیم. سوال 1.
من دارم برای رسیدن به چه هدف و منظوری زندگی می کنم؟ عزیزان، ما باید صادقانه و منظم بتونیم به این سوال جواب بدیم که من دارم برای رسیدن به چه هدف و منظوری زندگی می کنم؟ دو، سوال دومی که باید به اون جواب بدیم اینه که من دارم از عطایا، استعدادها و برکاتی که خداوند به من بخشیده در چه جهتی استفاده می کنم؟ من دارم از عطایا، استعدادها و برکاتی که خداوند به من بخشیده در چه جهتی استفاده می کنم؟ سه، من دارم برکاتی را که خداوند به من بخشیده در چه راهی صرف می کنم؟ من دارم برکاتی را که خداوند به من بخشیده در چه راهی صرف می کنم؟ سوال چهارم، من دارم در چه فعالیت هایی به خداوند خدمت می کنم؟ من دارم در چه فعالیت هایی به خداوند خدمت می کنم؟ سوال پنجم، زندگی روزانه من چطور داره خداوند را جلال میده؟ زندگی روزانه من چطور داره خداوند را جلال میده؟ عزیزان، سوال ششمی که برای محک زدن زندگی خودمون باید به اون جواب بدیم اینه که من در طول هر روز زندگیم چقدر به خداوند فکر میکنم و چند بار از او سپاسگزاری؟ سوال ششم چی بود؟ در طول هر روز زندگیم چقدر به خداوند فکر میکنم و چند بار از او سپاسگزاری؟ سوال هفتم اینه که آیا زندگی روزانه من موجب رضایت خداوند هست؟ سوال هفتم، آیا زندگی روزانه من موجب رضایت خداوند هست؟ و سوال هشتم و آخر، برای محک زدن زندگی خودمون و آمادگی برای داوری عیسی مسیح بر زندگیمون در طول عمر زمینیمون اینه که آیا خداوند از دوستی‌ها و روابط اجتماعی من با دیگران رضایت داره؟ دوست خوب من، اگه در مورد پاسخ صحیح هر کدام از این سوالاتی که خدمت شما عرض کردم مطمئن نیستید یا میخواهید که عیسی مسیح به شما نشون بده چه تغییراتی میخواد در زندگیتون به وجود بیاره، باید از خود او درخواست کمک کنید. سومین اقدام آماده کننده ما برای داوری عیسی مسیح اینه که اولویت‌های شخصی زندگی خودمون را مورد بررسی و سنجش قرار بدیم. اولویت‌های شخصی زندگی خودمون را مورد بررسی و سنجش قرار بدیم. عزیزان، باید بتونیم صادقانه جواب بدیم که 1. آیا در فعالیت‌های زیاد روزانه من حضور خداوند را احساس می‌کنم و از او می‌شنوم؟ سوال 1 چی بود؟ آیا در فعالیت‌های زیاد روزانه من حضور خدا را احساس می‌کنم و از او می‌شنوم؟ سوال دومی که باید به اون جواب بدیم اینه که آیا من در طول هر روز پرمشغله زندگی خودم به خداوند هیچ وقتی را اختصاص داده‌ام؟ آیا من در طول هر روز پرمشغله زندگیم به خداوند هیچ وقتی را اختصاص داده‌ام؟ سوال سومی که باید به اون جواب بدیم اینه که در مراحل تصمیم گیری هر روزه من خداوند چه نقشی داره؟ سوال سوم، در مراحل تصمیم گیری هر روزه زندگی من خداوند چه نقشی داره؟ و سوال چهارم و آخری که باید به اون جواب بدیم اینه که آیا من خواستار شناخت دیدگاه خداوند در مورد مشکلات و مسائل زندگیم هستم؟ آیا من خواستار شناخت دیدگاه خداوند در مورد مشکلات و مسائل زندگیم هستم؟ 4. عزیزان، چهارمین اقدام آماده کننده ما برای داوری عیسی مسیح اینه که ما باید هر روزه تعهد پیروی و خدمت به خداوند را
در قلبمون تجدید و تقویت کنیم. چی؟ ما باید هر روزه تعهد پیروی و خدمت به خداوند را در قلبمون تجدید و تقویت کنیم. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید حتماً در هر روز زندگیمون زمانی را فقط برای بودن با خداوند، مطالعه کلام او و صحبت با او و شنیدن از او اختصاص بدیم. دوست خوب من، وقت گذرانی هر روزه با خداوند، مطالعه کلام او، تعمق در آموزه‌های آن، گفتگوی صادقانه با خداوند و شنیدن از وی، ما را برای روبرویی و غلبه بر مشکلات هر روزه زندگیمون آماده و مجهز می‌کنه. عزیزان، این تنها راه قابل اطمینانی هست که ما را با خداوند در ارتباط و در مسیر زندگی در اراده الهی وی ثابت قدم نگه می‌داره. دوست خوب من، زندگی روزانه بر طبق این روش، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های زندگی عمر زمینی ما را هم در راستای زندگی پاک و خواست خداوند حفظ و استوار نگه می‌داره. امیدوارم که همه ما وقتی را به خداوند هر روز اختصاص بدیم، با او وقت بگذرانیم، در کلام او مطالعه داشته باشیم و با او گفتگو کنیم. دوست خوب من، به پایان مطالعه امروز رسیدیم. اجازه بدید در پایان این مطالعه از شما دو سوال بپرسم. سوال اول من اینه که آیا شما برای داوری عیسی مسیح آمادگی دارید؟ میدونید که ما بالاخره روزی عمرمون بر روی این زمین به پایان میرسه و باید توسط خداوند داوری بشیم. دوست من، حال که کلام خدا به ما یاد داد که ما توسط عیسی مسیح داوری خواهیم شد، آیا شما برای داوری او بر زندگیتون آمادگی دارید؟ سوال دوم من از شما اینه که آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید و به همین خاطر مطمئن هستید که حال او گناهان شما را آمرزیده؟ دعا میکنم که همه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا او گناهان شما را ببخشه و به شما حیات نوع ابدی در نزد خود در بهشت عطا کنه. خدا را شکر عزیزان. امیدوارم این مطالعه در کلام خدا تحت عنوان چگونگی داوری ایمانداران عیسی مسیح توسط خداوند موجب برکت شما بوده باشه. عزیزان، چنانچه شما با شنیدن این پیام قلبتون لمس شده و به او، به عیسی مسیح به عنوان یگانه خداوند و منجی خودتون ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. همچنین چنانچه در طول این مطالعه برای شما سوالات محترمی به وجود آمده، باز خوشحال میشم از شما بشنوم تا بتونیم در فرصت مناسب در مورد سوالات محترم شما با هم تبادل نظر داشته باشیم. با تشکر از شما عزیزان که در این مطالعه در کلام خدا تا این لحظه با من همراه بودید، تا مطالعه دیگر در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما. آمین.